سخنرانی نماینده آمریکا در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل. فراخوان به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد. محکومیت تبدیل کردن شورای حقوق بشر به پلتفرمی برای سخنرانی ناقضان حقوق بشر. Over the past year, the United States has actively pursued council action on two related fronts: improving the Human Rights Council and addressing critical human rights issues. نماینده آمریکا در سخنرانی خود در اجلاس جاری شورای حقوق بشر بر لزوم تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها تاکید کرد. وی در این سخنرانی از جمله گفت: برای اینکه ملل متحد بتواند مؤثر واقع شود، باید از ارگانی برخوردار باشد که از حکومت‌ها حسابرسی کند، پلتفرمی را برای مدافعان حقوق بشر ارائه بدهد و از کشورهایی که در راستای بهبود حقوق بشر در داخل خاکشان تلاش می‌کنند پشتیبانی کند. به همین دلیل شرم‌آور است که این ارگان که خود را وقف حقوق بشر می‌کند، بار دیگر به عنوان پلتفرمی برای مقام‌های استفاده شد که نقششان در نقض حقوق بشر شناخته شده است. حضور آنها تلاش‌های شورای حقوق بشر را به سخره می‌گیرد. The Council's continued focus on Iran is a testament to the work of Special Rapporteur Asma Jahangir, a passionate, distinguished human rights defender in her home country of Pakistan and across the globe. I share my condolences with Mrs. Jahangir's family and friends and call upon the Council. نماینده آمریکا با تأکید بر اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها از نقاط تمرکز اجلاس کنونی شورای حقوق بشر خواهد بود، افسود: تمرکز ادامه دار شورا بر رژیم ایران شاهدی بر کار گزارشگر ویژه عاصم جهانگیر است. من به خانواده و دوستان خانم جهانگیر تسلیت می گویم و شورای حقوق بشر را فرا می خوانم که ماموریت گزارشگر ویژه را تمدید کند. وی از رژیم آخوندی و رژیم اسد به عنوان حکومت های نام برد که از همکاری با مکانیزم های شورای حقوق بشر سر باز می زنند.